صفر مساوی است. فرانک آتسا از پیروزی تهران. ارسالی بلند پشت منطقه جریمه که ضربه اول رو اونجا ماکسیمو به تو میزنه. یک وقت واحدی درون منطقه جریمه فرصت و توی دروازه. حساب کار 1-0 میشه به سود پیروزی تهران. دقیقه 12 و گلی که نیک وقت واحدی برای پیروزی به ثمر میرسونه. دو تیمی که در هفته گذشته بازیشون رو با شکست پشت سر گذاشتن امروز به مسافه هم اومدن و تا این لحظه پیام هم بازنده این دیدار هست. در بازی قبل شکست خورد، اینجا توپ به نیک بخت رسید و یه تونل رو از بین پای سیروس سنگچولی باز کرد و توپ رو به درون دروازه پیام فرستاد. عرض می‌کردم در هفته پیش پیام در و نهایتاً یدالله جهان بازی که در سوت خودش میدمه تا این توپ رو به بازی بگذارم. بازی کنن پیام فرصت برای بازی کنن این تیم در اون منطقه جریمه که خب باز هم از این توپ نمیتونن استفاده کنن. هنوز موقعیت دارند. مرتضی برگیزر پاس برای اشبیتیم و توی دروازه. در ابتدای کار عرض کردم اگر مراقب اشبیتیم نباشند مطمئنن گلزنی خواهد کرد. تمامی بازیکنان پیام به سمت عکس و تاج گل علی زاده علی میان و این گل رو به علی زاده علی تقدیم میکنن. چه ضربه ای رو زد اشبیلی مارفی. حساب کار 1-1 مساوی میشه در حالی که حفظ کردن. باز هم سپهر ایدری این بار برای کریم باقری پشت منطقه جریمه. فرصت برای کریم باقری و توی دروازه. عالی کار کردن. یک گل زیبا رو به ثمر رسوندن بازیکنان پیروزی تهران با پاسای تک زرد و نهایتا دروازه پیام در دقیقه 10 نیمه دوم. علی رغم روند بازی که به سود پیام بود باز شد. ببینید واسه خوب نیکبخت برای کریم باقری و ضربه تمام کننده او که دور از دستان سیروس سنگچولی درون دروازه پیام جای میگیره. از ابتدای نیمه دوم بازی فوق العاده زیبایی رو داریم تماشا میکنیم.